درودی بیکران پاینده ایران یک گزارش خیلی مهمی یه دفعه منتشر شد که آقا ایران در دل زمین در اماق زمین اما در دل کوه اومده و یک پایگاه هواپیمای شکاری و راه اندازی کرده خیلی سرصدا شد بحثای زیادی روش رخ داد من گزارش رو با هم یک نگاهی بکنیم گزارشی که دادن و این پایگاه که برای ارتش و نیروی هوایی ارتش تونسته پایگاه زیرزمینی بزنه و نام پایگاهش و 44ه گزارش رو نگاه کنیم نکات جالبی داره این گزارش و با هم یک بررسی داشته باشیم آنها پیام آن موقع ایران را درست دریافت نکرده بودند ایران حالا مجددا پیام میفرستند. این صدای قرش از دل کو است حالا ارتش جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار به خبرگزاری صدا و سیمان این اجازه را میدهد که از یکی از پایگاه های نیروی هوایی در عمق چند سطح گزارش تهیه کند جنگنده های این پایگاه مسلح به انواع موشک های گروز و بمبهای های نقط زند برای حمله به اهداف خود در عمق خاک دشمن هستند دلیل استقرار این اسکادران ها در دل کوه های ایران که رسانه ملی اجازه دارد تنها بخشی از آن را به دلایل حفاظتی نشان دهد مقابله و پدافند غیرعامل در مواجهه با هر گونه بمبهای سنگرشکن و ضد استحکامات است که توسط بمبافکن‌های راهبردی آمریکا حمل می‌شوند در صورت عبور از سپرهای دفاعی هیچ بمب سنگرشکنی نمی‌تواند خلالی در عملیات‌های این پایگاه‌های زیرزمینی ایجاد کند این پایگاه تاکتیکی می‌تواند تا چند ماه در صورت نیاز سوخت و مهمات جنگنده های حاضر را ذخیره کند و مأموریت‌هایش را انجام دهد. امروز بیش از ده پرواز داشتند، ده پرواز مأموریتی. یکی از همین مأموریت‌ها در حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش از محل آلرت پایگاه انجام می‌شود. خب این تصاویری که منتشر میشه حکایتش چیه چون من خیلی بحث میشه خیلی ها میگن آقا این هواپیما قدیمیه یه 24 عدد هواپیمای سخوی مونده بود دست عراق و اینا رو بعد از جنگ آمریکا که اومده بود اینا رو صدام مثلا تحویل ایران داده بود و از این جور بحثا اینا چیزای قدیمی است اما ما آگاه هستیم که هواپیمای جدید قرار ایران از روسیه بگیره این قطعیه و فارغ از این این پایگاه که در دل کوه مثلا ایجاد میشه به خودی خودش برای من قابل احترام اینا دستاورده ما در حوزه نظامی دستاورد داشتیم این چون بخشی از دوستان ما در حالا اپوزیسیون یا کسانی که از این نظام بریدن میخوان همه چی رو رد کنن و این رد کردن به صورت این تعمیم رد کردن در همه حوزه ها ما رو از یک تحلیل جدی به دور میکنه اینکه حالا نمیگم حالا بشین بگیم آ اینا بهترینه ولی هر چی که هست این بنی دفاعی که اینا الان ایجاد کردن و در دل کوه در دل زمین میتونن پایگاه هوایی درست بکنن مشکل آفرین شده برای دشمنان وجودی ایران شما دشمنان وجودی ایران یا کشورهای استعماری بگیم بهتره در طول تاریخ هر وقت خواستن سر خر کچ کردن وارد ایران شدن اینکه امروز نمیتونن وارد ایران بشن فکر میکنم که نه عاشق چشم ابرو خامنه نه مثلا عاشق چشم ابرو مردم ایران ها. این بیشتر بابت عدم ناتوان یعنی عدم توانایی است و اینا ناتوان هستن که بخوان بدون هزینه دادن وارد یک جنگ با ایران بشن این نکته مهمیه یعنی مسائل نظامی اینها و اینکه الان تونستن پایگاه 44 رو درست کنن و مخصوصا هم میان ویدیوشو میدن من چون اینا این که چیزی نیستین فلانه. ببینید دو حالت داره یه زمان نظام گزارش رو میخواد بده که مردم رو بترسونه که تو همین اتفاقات دیدیم گزارش هایی رو میخواد نشون بده از نیروی بگی آقا ما مثلا پلیس ضد شورش داریم پلیس مثلا اون فیلم هایی که در میاد مثلا نشون میدن که آقا کواد کوپتر داریم میفرستیم تو محله ها اگر شعار بدی در جمهوری اسلامی جیزه من پیدات میکنم این ویدیو مصرف داخلی داره یعنی چو ببین جمهوری اسلامی با مثلا نشون دادن کوات کوپتر که تو خیابونا تو کوچا داره آمار شعار دهندگان مرگ بر دیکتاتور رو میگیره و بعدم فیلم نشون میده که آقا جا من این خودم برنامه ساختم که مثلا نیروی انتظامی میاد در خونه تو میگه دیشب ساعت فلان شما اینجا شعار دادید این برای بازدارندگی علیه مردمه میخواد مردم رو بترسونه اما برعکس این قضیه وقتی در حوزه نظامی و در این لول میاد میگه آقا ما, ما جنگنده داریم موشک داریم خب آقا در هیچ تظاهراتی که اینا نمیتونن با جنگنده و موشک علیه مردم و خودشون باشن که پس الان خطابش م... اصلا مخاطبش مردم ایران نیست مخاطبش اتفاقا پنتاگونه مخاطبش ارتش اسرائیل که میدونه الان در ارتش اسرائیل و در پنتاگون اینا بالاخره روی میزشون بعضی وقتی این دارن که ما یه حمله ای هم به ایران بکنیم برای که بازدارندگی ایجاد کنه اونا دوچار اشتباه محاسباتی نشن که ایران خیلی ضعیفه بیان حمله کنن جمهوری اسلامی ذره ذره تواناییاشو برای اونها نشون میده نه برای مردم نه برای اپوزیسیون پس حمله اپوزیسیون و مردم برای کوچکسازی این توانایی ها اینجا اصلا خارج از بحثه اصلا ساخنی سترونه اینکه الان اپوزیسیون و بخشی از مردم یعنی آقا اینا همچین توانایی هم نیست عزیزم اگر همچین توانایی نیست جمهوری اسلامی اصلا منتشر نمیکنه میدونی چرا چون جمهوری اسلامی میخواد پیام به آمریکا و اسرائیل بده اگر هم بدونه که تواناییش توانایی آنچنانی نیست به قول توی عزیز اپوزیسیون خب میگه اگر بخشی اپوزیسیون ایران میفهمه این چیزا این ما اینا اینا دوزاریه بعد مثلا در پنتاگون و ارتش اسرائیل نمیفهمن خب جمهوری اسلامی میگه وقتی که اپوزیسیون پلشت من میفهمه اونا که خب به تخصصشونه پس من این ویدیو رو منتشر نکنم که تواناییام چقدر کمه چون اونا اگرم شک داشتن به من حمله کنن الان مطمئن میشن حمله کنن پس بنابراین این دستاورت های نظامی در یک لول و استانداردی است که با انتشار اینها جمهوری اسلامی هدفش اینه که در میز پنتاگون و در میز ارتش اسرائیل اینا تو دلشون خالی بشه پس بنابراین استاندارد قوی است که باعث شده که فرماندهان پنتاگون تو دلشون خالی بشه و اینجاست که سخنان عزیزانی که میان مثلا در مقام تمسخر این توانمندی ها رو رد میکنن اینجا هستش که متاسفانه سخنانشون فاقد ارزش و قابل اعتنا نیست هم فاقد ارزش و هم قابل اعتنا نیست ولی که جمهوری اسلامی این ویدیو رو برای توی اپ... بله اونجایی که مثلا ویدیو درست میکنن یکی از چهرهای اپوزیسیون کردن تو گونی مثل روح الله زم میارن جلوی دوربین نشون میدن این مخاطبش توی اپوزیسیون خارج از کشوری تو رو میخواد بترسونه هشتک گونی برای من امید داناست اون هشتک گونی رو میزنه که من بازدارندگی ایجاد بکنه که من مثلا نیام حرف بزنم مثال میزنم اما هواپیما رو نشون نمیده که برای من بازدارندگی ایجاد کنه که اینو میخواد برای آمریکا بازدارندگی در اون لول داره کار میکنه و تجربه هم نشون داده با توجه به اینکه آمریکا همواره برای حمله به ایران خیلی نگران بوده قضایی رو برد چون مقامات نظامی آمریکایی برخلاف سیاسی نشون آدمای ابلهی نیستن اونا بررسی های جدی دارن شما گور بابای جمهوری اسلامی آقا ما اصلا جمهوری اسلامی صفر صد داره دروغ میگه پروپاگاندا میکنه ژنرال مکنزی که دیگه نمیاد برای جمهوری اسلامی پروپاگاندا کنه که فرمانده ناوگان پنجم دریایی آمریکا که البته الان نزدیک یک سال و نیم دو سال هم که گذاشتنش کنار این اول از همه اومد گو گو آقا ما ابتکار عمل رو در آسمان غرب آسیا و شمال آفریقا از دست دادیم ابتکار عمل در آسمان ها در دست پهباد های ایرانه ما ضد جمهوری اسلامی هستیم هستیم الان که به خصوص هستیم این نظام جنایتکاره جنایتکاره اما من که نباید آدم احمقی باشم که من چیکار دارم جمهوری اسلامی چی میگه جنرال مکنزی رو خب تو گوش کن اون تخصص داره من تخصص نظامی ندارم اون تخصص نظامی داره میگه ما ابتکار عمل از دست دادیم پهبات های شاهده 136 فلچ کرده اوکراینو تا جایی که دیگه روسیه میگه آقا بیا اصلا پایگاه برای من درست کن که کارخونه پهبات تو تو خود خاک روسیه اگه این پهپادهایی که الان روزه اول اینا ناله میکردن اوکراینیا. بعد دیدن زایست زیاد ناله کنن در حوزه پروپاگاندای رسانه‌ای میگن ما این پهبادا رو داریم مهار میکنیم خب اگه داریم مهار میکنی چرا تازه روسیه داره التماس ما میکنه که آقا کارخانه پهپادسازی باید را بندازید بنابراین توانمندی های نظامی ایران رو کوچک نشمرید اینا دسترسی دارن به یک سری توانمندی یا بله ما با این نظام مشکل داریم ولی با... تحلیل غلط اتفاقا باعث عقب افتادگی در اپوزیسیون شده تحلیل غلط با اشاره که 44 سال مشتی آخوند شیپیشو بر ما حکومت کنن شما ما تحلیل های اون چیزی که آرزمونه تحلیل میکنیم ایراد ای 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 داره چیزی که ببین شما یه جماعتی داریم مهمندیش در این نظام دنبال امام زمانن به یک شکل دیگه هم ما مهمندیش داریم در این اپوزیسیون علی که میخوام همه چی رو رد کنم آقا اگه اینا اینقدر پلش بودن اینقدر دوزاری بودن خب صد بار تا الان آمریکا و اسرائیل شوخی نداشتن به ایران حمله میکردن پس این توانمندی حالا اینکه این هاپ این ما مال چه زمانیه هاپ ما جدید هست نیست اینا بحثه دیگری است چیزی که برای من قطعیت داره این ویدیو بازارنده است در برابر حمله ای اسرائیل و آمریکا چون این ویدیو برای من ساخته نشده برای اون کسی که تو میز پنتاگون نشسته ساخته شده بنابراین ارزش ها حالا ارزش ها رو ولش کنید طب... شما ضد جمهوری است اصلا توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی باش تحلیل درست بده بگو بله این توانمندی ها رو دارن تو سرشون بخوره وقتی که اقتصاد اینه وقتی که صنعتمون اینه وقتی که زنان ما نمیتونن آزاد برن تو سرشون بخوره این موشک و هواپیما اینو بگو ولی این نگو که اینا توانمندی ندارن این یعنی توهین به شعور خودت حرف من اینه قربونتون برم شب و روزگار خوش همتون رو به اهورامزدا میسپارم پاینده ایران